سلام رفقا، دوستان. در دومین قسمت از برنامه میخکوب در خدمتون هستم. قسمت اول رو تصویری خدمتون ارائه دادم، ولی خب چون داستانهایی مثل کروماکی و مسئله ادیت تصویری یه مقدار در واقع وقتگیر و زمانبره، و واقعیت اینی که اصل مقصود من از برنامه‌های این چنینی سخن گفتن با دوستان هست، حالا ضرورتی هم بر تصویر چندان نیست. برای این گفتم که برای اینکه کار سریع‌تر پیش بره و وقفه‌ای در این داستان نیفته، قسمت دوم و شاید قسمت‌های دیگه برنامه رو به صورت صوتی خدمتون ارائه بدم. خدمت شما عرض کنم که مسائل مختلفی بود که امروز میخواستم در باب صحبت بکنم، اما شاید نقطه شروعش این باشه که صحبتی که در واقع در دو سری برنامه پیش من در باب کارهای اخیر شاه نجفی کردم، در واقع عکس العمل‌هایی هم در فضای مجازی به همراه داشت که طبق حدس من اکثر این عکس العمل ها از سوی هواداران شاهین نجفی آمیخته با دشنام بود و فحش و فضیحت و نفرین و این قبیل کارهایی که حدسشم می زدم چندان در واقع دور از حدس و منظور نبود. اما خنددارترین کاری که یک سری از این دوستان کردن این بود که در واقع در یه همدستی مضحکی با بعضی از این سردبیران ویکی‌پدیا سعی کردن که در واقع کانال در واقع صفحه ویکی‌پدیا من رو حذف بکنن، که من دوباره نقطه رأس این جریان رو زمانی که پیگیری کردم با مقایسه بعضی از ویرایش‌ها دیدم که دقیقاً اون عالی جنابان و سردبیرانی که در کار در واقع ویرایش صفحه شاهین نجفی بودن مسبب حذف صفحه من هم شدن. به هر حال این هم دور از منظر نبود برای من، یعنی این عکس العمل این شکلی حذف و سانسور از طرف جماعتی که ظاهراً مبارزه میکنند بر علیه سانسور. خلاصه این که برای من اصلا اینجاست که میگم به کاهدون زدن، چون برای من اصلا این داستان ها مهم نبود، این عشوه نمایی های این سبکی و تلاش برای بودن در فضای مجازی این چیزا. دوستانی که با من آشنا هستن میبینن که هیچ تقلایی برای این داستان ندارم، اصلا ادعا نمی کنم که از شهرت بدم میاد و این چیزا، چنین ادعاهایی ندارم، ولی هیچ وقت در طول عمرم خودم رو سانسور نکردم برای اینکه یک جایی باشم، یک جایی بمونم. اگر میخواستم این کار رو بکنم عملا خب مسلما من در ایرانم خیلی فرصت ها داشتم برای اینکه بتونم قاطی بشم، قاطی سیستم تولید بازار مجاز بشم و در واقع از این فضا استفاده بکنم، استفاده شایان بکنم. نکردم، منتی هم بر کسی ندارم. بنده هیچ وقت غزل فروش نبودم، هیچ وقت یک خط از نوشته هام رو، یک کلمه از نوشته هام رو حذف نکردم برای خوش آمد کسی. و خب دوستانی که کارهای من شنیدن این داستان رو تصدیق میکنن که داستان اینگونه بوده. همیشه کارها رو سعی کردم کارهای دغدغه‌مندی باشه که برای خودم اول واجد ارزش باشه و بعد حالا اگر برای مخاطب هم جذاب بود بتونه یه عمل کرده ماندگاری داشته باشه. هیچگاه برای خوش آمد جریانی کسی، فردی، چه سلبریتی باشه چه هرچی باشه، بنده حرفم رو تغییر ندادم و در واقع بابت ماندگاری در جایی بنده چلنج نکردم. ماندگاری بر سر خدمت شما عرض کنم جایگاهی و پایگاهی و فلان. موسیقی برای من
در گام اول یک عشق بوده، در گام دوم در واقع یک دغدغه بوده، دغدغه‌ای برای بیان آن چیزی که میخواستم بیان بکنم و همچنان هم همین دغدغه هست. اگر روزی برسد که بنده صد و صدودی داشته باشم برای بیان کردن حرفای خودم، خیلی راحت میزنم زیر در واقع کل شطرنج این بازی و برام اصلا چنین چیزها، چنین مقیاسهایی، چنین محکهایی مهم نیست. خدمت شما عرض کنم که به هر حال من این داستان رو پیگیری خواهم کرد و از منظر قوانین خود ویکی‌پدیا این داستان رو پیگیری میکنم و مستنداتی که این دوستان دارن ارائه کردن، اون جلسه یه نظرخواهی مضحکی که برپا شده، برگزار شده، من به این داستان نقد دارم و بر اساس خود قوانین ویکی هم اقدام خواهم کرد برای اینکه این حضرات نتوانند با سلیقه شخصی دست به چنین کاری بزنند و صدای مخالف خودشون رو با در واقع تریج و قبای احترام به منتقد این عمل کرد و انجام بدن، عمل کرد سراسر وارونه و برعکس ادعاهای خودشون رو. همچنان هم حرفهای خودم رو خواهم زد، برای من فرق نمیکنه مخاطبم یک نفر یا یک میلیون نفر، هیچ فرقی نخواهد کرد برای من. بنده در واقع قرار نیست سرخم بکنم در باب هر جریانی که روی موج آمده بالا و خیلی از این موجها رو خود ما امثال بنده آوردیم بالا، بنابراین در برابر مولودهای خودمون سرخم نمی کنیم. خدمت شما عرض کنم که من این هفته قرار بوده که در باب جریان مسموم در واقع روشنفکری ایرانی آمیخته با تلقیات توده‌ایگری صحبت بکنم. هفته پیش در پلتاکم با بعضی از دوستان طول و حوش همین محور صحبت کردیم و یه صحبت‌های مطرح شد در باب جریان تسلط حزب توده و تلقیات چپ در ادبیات ایرانی، موسیقی ایرانی و کلن روشنفکری ایرانی. این هفته قرار شد در این باب صحبت بکنم، در پلتاکم به دوستان گفتم، حالا امیدوارم که به در واقع این برنامه گوش بدن. خدمت شما عرض کنم که این داستانم حالا در هفته پیش مقارن شد با هفت آبان و داستان روز در واقع کوروش بزرگ و یک مقدار این حرفایی که بعد چند روز پیش در تاریخ 8 آبان 9 آبان در پلتاک صحبت کردم در واقع نسبتی با این روز هم داشت و این موضوع هم داشت، موضوع نگاه در واقع روشنفکر ایرانی، نگاه ضد ایرانی روشنفکر ایرانی در این بازه 70 ساله و این نگاه تیره که امتدادم داشته در بعد از انقلاب و حتی یه جورایی نزج پیدا کرده در حاکمان جمهوری اسلامی، حتی نگاه ضد کوروش، نگاه ضد ملیت، نگاه ضد ناسیونالیسم، این نگاه فراگستر هم شده، یعنی از چپها به ارث رسیده به در واقع قدرت فائقه ایران، یه جوری ارث بری کردن از همین دید و در همین هفته آبان هم میبینیم که چگونه در واقع از جناح‌های مختلف، چه در داخل سیستم حکومتی، چه در سیستم روشنفکری چپزده ایرانی، همه با هم همصدا در برابر این روز ایستادند، در برابر مظهر و نماد یک روز کاملا ایرانی. این عقبه هم داشته در روشنفکران. من در برنامه پیش گفتم زمانی که شاملو در دانشگاه برکلی در دهه 60 در واقع در سخنرانی خودش رفت تا به قول خودش ضربه وارد کنه به تابوی مثلا فردوسی و بر علیه شاهنامه صحبت کرد،
این عقبه همون موقع نشریات روشنفکری چپ زده کانون نویسندگانی در داخل ایران در واقع در یک بهبه و چهشای آشکاری براش دست زدن و خب این ادبیات رسمی ضد فرهنگ ایرانی عقبتر از این جریان شاملو هم بریم برمیگرده به در واقع جریاناتی که در واقع حزب توده از دهه 20 به بعد آغاز کرد در ایران و مصرانه در آثار تولیدی خودش، چه آثار ادبی خودش، چه آثار دیگه هنری خودش، مصرانه در پی این بود که تمامی پازل های فرهنگ و ادبیات ایران رو به سخره بگیره، مخصوصا اون پازل های فرهنگ و ادبیات که وابسته به اسطوره های ادبی ایران مثل فردوسی بودن. خب در جای اینها نتونستن دیگه جلوتر هم بیان، چون در ابتدا اینها در واقع با سعدی و حافظ هم مشکل داشتن. در زمان معاصر میبینیم که داستان مشکل داشتن با حافظ به گونه‌ای در شاملو هم تکرار میشه، گرچه شاملو هیچ وقت مستقیم جرأت ابراز این داستان رو پیدا نمیکنه، ولی در نشست‌های خصوصی بارها ادعا کرده که توانسته بازنویسی بر اشعار حافظ انجام بده و بعضی از اونها رو تصحیح بکنه. یعنی این دیدم نشان دهنده اینه که شاملو دید بالانگرانه ای از بالا به در واقع آثار کلاسیک نگاه میکرده، کلاسیک شعری نگاه میکرده و در نشستهای خصوصیش چنین حرفهایی رو زده بود. ولی کل جریان روشنفکری در بعد از انقلاب هم مشغول کف زدن بودن برای امثال احمد شاملو و شما در تمامی مطبوعات منتسب به جبهه چپ کانون نویسندگانی در بعد از انقلاب تنها نیرویی که اجازه، نمیگم اجازه مطلق کار داشتن، ولی لااقل اجازه در اون زمانی که ناسیونالیست ها باید خفه می بودند، اینها به هر حال تریبون رسانه داشتن در دهه 60، در دهه 70 و حتی در اوایل دهه 80. خب تا توانستن تاختن بر تمامی مظاهر، خدمت شما عرض کنم، فرهنگ ادبی ایران، تا توانستند ضربه وارد کردن و در واقع سعیشون بر این بود که نسلی رو بار بیارن که این نسل به قول معروف تمامی مظاهر اسطورگانی در واقع شعر فارسی رو بالای تاخچه بذاره و به دنبال در واقع ادبیاتی بره که به قول خودشون ادبیات نوین بود، تراز نوین بود، ادبیات مترقی بود. این نام ها هم چیزایی بود که تگ میکردن. حضرات اکثر کارهایی که منتشر کرده بودن، شما فرض کنید این روشنفکران مثلا یهو میرفتن سراغ شاعران آمریکای لاتین، حتی مثلا شاعرانی رو حضرات در ایران نامدار کردن که اینها اصلا در جهان اصلا نامی نداشتن و با به حرمت شعرها یا بازتألیفها به اصطلاح ترجمه های این حضرات، این آدم ها معروف می شدن. شعرهای انترناسیونالیستی با مفهوم جهان وطنی که مثلا سازمان ابتکار در دهه 60 و 70 تولید میکرد و اینها در قالب فایل های صوتی هم میومد به گوش جوانان میرسید، اصلا مفاهیم کاملا ضد ایرانی داشت. ضد ایرانی نه به مفهوم مستقیم ضد در واقع میهن، مفاهیم جهان وطنی داشت، یعنی مفاهیمی داشت که در واقع انسان رو دور میکرد، در واقع اون نسل مخاطب رو دور میکرد از تمرکز بر فرهنگ شناخت تاریخ میهن و به اونها عملا چیزهایی میخوروند که اینها در واقع رویه های در واقع کمونی انترناسیونالیستی داشتن و عجیب پای میفشردن حضرات بر این داستان. خب این عقبه هایی هم گفتم داره، این عقبه ها در واقع تا از دهه 20 شروع میشه، در دهه 40 و 50 پروار میشه بعد از انقلاب
کانون نویسندگان ایران، روشنفکران چپ همدست و همگام با سیستم و حکومت در واقع بر ضد فرهنگ اسطورگانی ادبی ایران اقدام میکنن. اقدام‌های در واقع این اقدامی که من صحبت میکنم اقدام فرهنگی است، یعنی ما یک سانسور عجیب و عظیمی داریم بر ضد در واقع نام‌های بزرگ ادبیمون، چه در شب‌های شعر، چه در مجالس، چه در گفتگوها، در مناظره‌های حضرات. و این انگار دو دسته در واقع قدرت فائقه با دست روشنفکران چپ در دست همه و هر دو دارن در واقع با هم این کار رو انجام میدن. حالا خیلی جالبه که من هفته پیش یک پستی رو گذاشته بودم در باب روز کوروش و حالا دوستان در دایرکت، خیلی دوستان این شکلی، این روشنفکران این سبکی، خیلی مورد مرحمت قرار داده بودن من رو با الفاظ در واقع برای من خیلی به شکل کاملا کلیشه یادآور در واقع جنس برخوردهای این حضرات در دهه 70 و 80 هست، با تفکرات ناسیونالیستی، دید از بالا، دید تحقیر به تحقیر نگاه به مثلا منظر ناسیونالیستی و در واقع دید متفرعن بالا انگارانه که آقا چه میکنی که آقا تو انقدر عقب مانده ای که نمیدونم با چنین مثلا مقیاس ناسیونالیستی حالا به جریانات چپ حالا خورده میگیری، حالا انگار در این پیشفرض این دوستان ناسیونالیسم در پیشفرض یک چیز کاملا مرتجعانه و عقب مانده است و چون کسی ناسیونالیست هست و اعتقاد دارد که از لحاظ کارکردی باید فرهنگ ایران رو ستود، باید به ادبیات ایران بازگشت، نگاه در واقع کلاسیک رو حفظ کرد و در این حال به کارهای در واقع به جریانات مدرن ادبی هم آری گفت با همین نگاه و همین منظر، جوری برخورد میکردن که انگار اصولا در یه پیشفرض نگاه ناسیونالیستی مرتجعانه است و باعث نگونبختی و بدبختی. خلاصه این که متاسفانه این عقبه رو، این عقبی تفکری رو ما از خیلی سالها پیش داشتیم. دهه 20 دهه جالبی است. در واقع میتونم بگم که از 1313 تا 1320 زمانی که جمعی از روشنفکران در کنار رضا شاه در واقع ایده ها و مشاوره هایی رو به رضا شاه میدن، از جمله این که در واقع رضا شاه رو تشویق میکنن به چاپ نسخ مختلف شاهنامه و همچنین درست کردن سازمان ها و مؤسسه های فرهنگی، تلاش برای شناخت شاهنامه به مردم و یک خاکتکانی از آثار کلاسیک ایران و همچنین درست کردن و دست دادن به یک ساخت و سازهای فرهنگی از جمله آرامگاه‌های مختلف برای شاعران اسطورگان ایران در دهه در واقع قبل از 20 رضا شاه همت می‌گماره به این کار. و خیلی جالبه که در دهه 20 بعد از تشکیل حزب توده در واقع این شیلنگ تخته های حزب توده شروع میشه برای تمسخر این جریان فرهنگی، برای به سخره گرفتن این جریان فرهنگی. از همون دهه 20 به بعد شروع میشه و این روشنفکرانی که آروم آروم جذب میشن به این جریان، میگروند به این جریان، در واقع هیزم میریزن تو این آتش تفکر حزب توده و در واقع تاریخ تمسخر شعر ایرانی و فرهنگ ایرانی از اون تاریخ جورایی کلید میخوره. حالا به شکلهای مختلف هم باش برخورد میکردن، از جمله تمسخر در واقع ارج نهادن به شاهنامه، چیزی که در طول هزارها به در واقع مدد فرهنگ شفاهی مردم حفظ شده. این حضرات به شدت سعی میکنن که مردم رو دور بکنن از این فرهنگ ادبی
و در نشریات خودشون که به وفور در همون موقع هم اجازه انتشار داشته در همون دوران رضاشاه، در واقع دست میزنن به این در واقع فعالیت ضد شاهنامه. سال 1322 که رضاشاه بعد از جنگ جهانی دوم مجبور به تبعید میشه و بعد که محمد رضا شاه میاد و خب قدرت لرزانی داره در ابتدای حکومتش محمد رضا شاه، عملا حزب توده یک فرصت بلا منازع پیدا میکنه برای اینکه در واقع با سیر عظیمی از نشریاتی که داشته و جریان روشنفکری که به دنبال خودش میکشیده در واقع به این جریان ادبیات ستیزانه اسطوره ستیزانه ضد ایرانی ادامه بده. خیلی جالبه که در اواخر عمر رضا شاه، زمانی که رضا شاه شروع کرده بوده به چنین ساخت و سازهایی و فرهنگستانهای مختلفی برای شناخت ادبیات فارسی شکل گرفته بوده و این توده‌ای ها در واقع عقبه های توده‌ای ها، چون توده که حالا 1322 شکل گرفته، عقبه های این جریان که شروع کرده بودن به مسخره بازی و در واقع به تمسخر گرفتن این سیاست، سیاست ایران گرایانه. خیلی جالبه که ملک و شعرای بهار در یک قصیده خطاب به این گونه انسان ها در یک قصیده که خیلی بلندم هست که در دفاع از شاهنامه هست، یک در واقع اصطلاحاً نقبی به این حضرات دیوانه میزنه و به تلخی در باب این جماعت صحبت میکنه، تو اون تلخی گزندهی که شایسته این جماعت هم بوده. ملک و شعرهای بهار از جمله در این قصیده بلند که من یه تیکه خیلی کوچیکش رو میخونم، به این جماعت در واقع سمج بر علیه فرهنگ ایران و به خصوص بر علیه شاهنامه که رضا شاه در اون سالها عزم عجیب و غریبی بر در واقع شکل دادن، احیای شاهنامه، چاپ نسخ مختلف و این جریان ها داشته، ملک و شعرهای بهار در نقد و تکه انداختن به این توده‌ای ها یک قصیده‌ای دارد که بخشیش این است. میگه که ای بر شاهنامه و گویندهش هرگز نکرد جز کسی کش نیست عقل از وسمت نقصان بری، کس بدیشان نگرود گرچه زن و فرزندشان، لاجرم خصم بزرگانند و خصمی مفتری، هر کسی مشهور شد این قوم بدخواه بدند، زان که بوم شوم باشد دشمن کبک دری. و یک بیت تکان دهنده که واقعا وصف این حضراته، گرنه با افسار قانونشان پیچانند پوز، از بر بستان دانش پشک ریزند از خری. این جریانی که پشک میریزند از خری، از خری خودشان، در واقع بر جریان ناسیونالیستی پویا، بر جریان ادبیات در واقع ساختاری کلاسیک ایران، اینها مثل کسانی هستند که در واقع بر بستان دانش پشکل میریزند از خریت خودشان، پشک ریزند از خری. جوابی که شاید باید در همون سال دانشگاه برکلی، در همون سالی که اون منازعه ضد فردوسی ایجاد شده بود، شاید جواب قانع کننده و شایسته‌ای که باید به امثال احمد شاملو داده می شد، چنین در واقع قصیده شاهکاری از ملک و شعرهای بهار بود. و به همه عقبه های بعدی او هم باید به همین جنس پاسخ داده می شد. خیلی جالبه که در واقع داشتم جستجو می کردم، دیدم که ابراهیم گلستان در یک مصاحبه ای، این ابراهیم گلستان هم دیگه نماد مثلا به یک بت روشنفکری چپ بعد از انقلاب شده، کل در واقع مجموعه مکتوب نوشتار این آدم شاید به 6-7 نرسه. یک سری فیلم های صنعتی داره در زمان
پهلوی و خب جریان دو جانبه کارم بوده، یعنی از جریانی بوده که در زمان پهلوی پول از سازمان در واقع شاهنشاهی میگرفته که مثلا بره فلان مستند رو در باب نمیدونم جزام بسازه، در واقع یک پول دولتی برای یک مستند سفارشی، بعد این مستند رو در واقع فروغ فرخزاد کارگردانی میکرده و این آقا هم در واقع از قبل این داستان بعدها ادعا میکرده که آقا من مفاهیم مثلا ضد شاهنشاهی در فلان فیلمم گفتم، یا پیشبینی کردم فلان اتفاقی که میفته، یا نکبتهای مثلا اون سیستم رو در فیلم مثلا این خانه سیاه هست گفتم، یا نام این خانه سیاه هست اشاره به مثلا ایران دارد در اون سالها. خب پول از سازمان های مرتبط با ساختار رژیم پهلوی میگرفت و اینور هم روشنفکری های خودش هم در جامعه در می آورد، یعنی یک دو دوز بازی عجیب و غریبی، یک پا در اینجا بودن یک پا در اونجا بودن و الان هم بعد از انقلاب هم اون سبقه بالانشینی روشنفکری خودش رو هم، اون ادا اصول های این شکلی خودش رو هم حفظ کرده همچنان و با یک زبان عجیب غریب متفرعنانه همچنان صحبت میکنه، همه رو میکوبه از اول تا آخر صفر تا صد. و این آدم که به قول به اقوال تمامی روشنفکرانی که لااقل اون دوران رو دیدن، آدمی که خودش از قبل اسطوره‌ای مثل فروغ فرخزاد معروف شده، الان در واقع بر ویرانه های قبر او ایستاده و جوری تلقی میکنه که انگار من اون موقع کسی بودم و من فروغ رو فروغ کردم. ادعاهای اینچنینی همین آقا میکنه. خلاصه اینکه این آقا یک مصاحبه ای انجام داده بود، وصف داره دیگه این داستان پشت ریزند از خری، اینجا وصف هم داره، یه مصاحبه این آقا کرده بوده گویا و گفته بوده که این شاهنامه اثر مرتجعی است و مصداقش هم همون بیت مجعول، بیت کاملا جعلی، خدمت شما عرض کنم چو ایران نباشد تن من مباد، که اصلا در شاهنامه به این شکل نیست، به این شکل نیامده. گفته آقا این مصداق این داستان هست، این مصداق بارز مرتجع بودن این اثر اینه، مرتجعانه بودن این اثر اینه که گفته چو ایران نباشد تن من مباد. خب این اولین داستان این است که مسلماً این آدم اصلا شاهنامه نخوانده، این اولین داستان اینه. و دومین داستان این است که خب این آدم هم چون از جریانات در واقع فعالین حزب توده بوده، گرچه بعد بیرون آمده در همون دهه 30، منتها این در واقع این تهنشین های فکری، این رسوب های فکری همچنان در مغز این آدم زندگی میکنه دیگه، و این مریضی های این سبکی رو، این سلکی رو گاهی کاریش نمیشه که. خلاصه این که امیدوارم که دوستان این نسل، همسنای من، بچه هایی دهی شستی، بچه هایی دهی هفتادی، برای یک بار تومار این جریان مسمومی که هفتاد سال مثل انگل چسبیده به ادبیات ایران، فرهنگ ایران، بینش ایران، تکلیف خودشون با این داستان این نسل ها روشن بکنن، امیدوارم، و تکلیف خودشون رو با اسطوره های جدید الولادی خودشون هم همچنان روشن بکنن که راه چاره این است. خدمت شما عرض کنم که 29 دقیقه میبینم صحبت کردم، برای اینکه طولانی نشه در حد حال و حوصله دوستان باشه، دو تا نکته دارم و حرفم رو تمام میکنم. نکته اول این است که دوستان دعوت میکنم که عضو کانال یوتیوبی من بشن. کار سختی نیست عضو کانال یوتیوبی شدن، فیلتر شکنتون رو روشن میکنید، اسم رو سرچ میکنید، عضو کانال یوتیوبی میشید، بسیار آسانه. یا دوستانی که هم اکنون دارن این فایل صوتی رو در یوتیوب گوش میکنن،
در اونجا میتونیم خیلی بهتر در ارتباط باشیم. به داستان دوم عضویت در کانال تلگرامی هست. نکاتی هم که دوستان دارن، سوال هایی که دارن، نقطه نظر هایی که دارن، خوشحال میشم هم در اینستاگرام بخونم و هم در یوتیوب و فضاهای دیگه. دمتون گرم، همه چیز درست میشه، امیدوارم درست بشه و با تمام خستگی، با تمام دلخوری هایی که شما دارید و من دارم، محکوم هستیم که بمانیم، صحبت بکنیم، دیالوگ بکنیم. مهم هم نیست تا چه حد هضم میشیم، تا چه حد دیده میشیم، مهم اینه که در این مسیر میریم. همین. دمتون گرم، مواظب خودتون باشید. تا هفته بعد سعی میکنم پنجشنبه دوباره قسمت سوم برنامه میخکوب رو خدمتون ارائه بکنم. موفق باشید.